سیاوش بومشی هستم. سلام. متولد 1324 هستم، خرداد 21 خرداد و 11 جون 1945. موسیقی رو از 6 سالگی شروع کردم با معلم پیانو و به خاطر علاقه خیلی زیادم به ساز زدن و مخالفت خیلی زیاد پدرم و علاقه خیلی زیاد مادرم و در نتیجه برندگی مادر ادامه دادم. اولین گیتارم رو با مشکلات خیلی زیاد 11 سالگی خریدم و نه معلمی بود نه حتی کسی بود که بگه چجوری گیتارم رو کوب کنم. پیچای گیتاره که سیما رو صفت میکنن انقدر شلو صفت کردم تا یه صدای تقریبا معقولی ازش در اومد. چند سال اونجوری زدم و بعد ویگن رو دیدم و ویگن بهم یاد داد که چجوری گیتارم رو کوب کنم. یاد ویگن به خیر، هنوز بهش گوش میدم، هنوزم دوستش دارم. 52-53 سال پیش موزیک زدن و خوندن و موزیسین بودن و اینها کار خیلی مشکلی بود. حتی ساز پیدا نمیشد تو ایران، مغازه هایی نبودن که ساز بفروشن. حتی یادمه که یه کفاشی بود به اسم کفاشی هالیوود، توی ویترینش یه دونه گیتار آویزون بود با تا نخ نایلون، توی ویترینش آویزون بود و این تنها گیتاری بود که اونجا بود برای تزیین ویترین کفاشی. و من هر روز که از مدرسه می آمدم پیاده برم، از جلوی این کفاشی رد می شدم و این گیتار رو نگاه می کردم. با مادر صحبت کردم که با بابام صحبت کنه که گیتار رو بخرن برای من. بابا مخالفت کرد و بعد که موافقت کرد گفت کجاست؟ گفتم اینجاست. وقتی بردمش گفت آقا این مال ویترین کفاشی، یعنی که نمیفروشه و خلاصه و مکافات. نشد اون روز. بعد دیگه چون تولدم بود و خیلی ملاحظه کردن که خوشحالم کنن، رفتیم و با کفاشی صحبت کردیم و گیتاره رو گرفتیم. همونجور که گفتم ویگن تنها آدمی بود که اون موقع گیتار میزد و میخوند. من خیلی شیفتش بودم. یکی دو سال گذشت با اون گیتاره بودم تا اینکه ویگن کنسرت داشت. کنسرت تو ایران اینجوری نبود که مردم بیان بشینن کنسرت نگاه کنن. کنسرت یعنی برنامه هایی که مردم میامدن رو میزا میشستن، خانواده ها شام میخوردن، مشروب میخوردن، میوه میخوردن، ویگن هم میخوند. وقتی که آنتراک داده بود، بریک داده بود، رفتم پیشش و گفتم که آقا من گیتاری دارم و نمیدونم چقدر باید اینا رو بپیچونم که کوکشه. تو همون یه رو 20 دقیقه که آنتراک داشت آمد و گفتش که بیا. گیتارش رو برداشت، من رو برد پشت سن و بهم گفت اولی رو اینجوری میکنی، بعد اینجا یا سیم اول بزن، سیم دو بزن. و من اونچه که یادم موند از حرفای ویگن شد کوک گیتار من. به جز ویگنم راستش از کسی دیگه متاثر نشدم، هیچ وقت تاثیر زیادی روم نداشته، برای اینکه کسی زیادی نبود اون زمان. خواننده های قبل از ویگنم خواننده های سنتی بودن. ویگن مثل الویس پریسیلی ایران بود، اولین خواننده پاپ بود. و ویگن گوش میکردم و ویگن میخوندم و ویگن میزدم و خیلی دوست داشتم این کارو. بعدها 14 سالم بود که رفتم انگلیس و اونجا درس میخوندم، موزیک گوش میکردم و موزیک میزدم. از دیگه 17-18 سالگی تو کلاب میزدم و بعد مدرسه میرفتم و موزیک یاد میگرفتم.
انقدر دوست داشتم این کارو که الان میخوام بگم واقعا خیلی باید این کارو دوست داشته باشین که توش خیلی خوب بشین. اگر برای هر چی به جز خود موزیک و علاقه شدیدتون به موزیک برین خوانندشین یا موزیسینشین، خیلی دور نخواهید رفت، خیلی خوب هم توش نخواهید شد. اگر برای اینکه معروف بشید، اگر برای اینکه براتون فقط جیغ بزنن، اگر برای اینکه پول خوب درارین، نمیشه مگر اینکه واقعا انقدر علاقه داشته باشین که مثلا وقتی گیتار میزنین و اینجاهای انگشتاتون درد میگیره نتونین طاقت بیارین تا خوب شه، باز باش بزنین که بیشتر هم دردتون بگیره و زودتر اینا کوله ببندن و بتونن شما رو گیتاریست کنن. مسئله اینجوریه که آهنگسازی چیزی نیست که آدم یاد بگیره، یعنی دوره‌ای نیست که یه آدم معمولی رو بیارن بهش یاد بدن که چجوری آهنگ بسازه. آهنگسازی باید با آدم دنیا بیاد، مثل چوپونی که نی میزنه که گوسفنداش بچرن. هیچی از موسیقی بلد نیست، آهنگسازی هم بلد نیست. اون چیزی که دوست داره و فکر میکنه خوشش میاد میشنوه، اونها رو میزنه، اونها میشه آهنگ. من وقتی گیتار میزدم دو سه تا آکورد بیشتر بلد نبودم. وقتی میزدم احساس میکردم که دوست دارم یه چیزی هم با این آکوردا باز بشنوم، که دیرتری متوجه شدم اون چیز میشه ملودی که خواننده میخونه. کم کم زمزمه میکردم، از زمزمه های خودم خوشم میامد. بعدها زیاره دیدم یه جایی که میگفت گیتار میزنی میای با من بزنی؟ گفتم کجا بزنم؟ گفت من یه برنامه دارم. باز مکافات بود، پدر اجازه نداد و اینها. و بعدها بهش گفتم که شعر داری چیزی؟ گفت آره، چون میخون زیاد. اون موقع مطرح شده بود زیاد، خواننده های بعد از موج ویگن بودن، و شعر داد، گفت میتونی روی این شعر آهنگ بسازی؟ و من شعر رو میخوندم و پشت چه چیزایی زمزمه کردم. بهش گفتم این خوبه؟ گفت خیلی. گفتم میخونی؟ گفت آره. بعد خون، بعد رادیو آهنگ رو پخش کرد و آهنگ معروف شد. بعد من فهمیدم که این کارو میشه کرد، میشه با گیتار آکورد گرفت، میشه روش زمزمه کرد و شعری هم لازمه که بشه رو هم رفته آهنگ. اون زمانا بود که دیگه برادر و خواهرم لندن بودن، درس میخوندن و تابستونی برادر بزرگم اومد و ما هم باش برگشتیم و رفتیم لندن. لندن اون موقع شروعی بود، بهبهه‌ای بود از اولای بیتلز و رولینگ ستونز و انیمالز، و هر جا میرفتی موزیک بود، موزیک پاپ بود، هنوز حتی راک هم نبودم چنان. اونجا خیلی بیشتر میتونستم احساس کنم که دنیای موزیک چقدر بزرگه و چقدر رنگی و چقدر جالب. کار میکردم، گیتار میزدم، همسایه ای داشتم موزیسین حرفه بود، شبا میرفت تو کلاب میزد، صدای اون از بالا میامد، صدای منم احیانا میرفت بالا. یه روز آمد بود گیتار میزنی؟ گفتم آره. بود صحبت و اینها بود. با اون من رفتم تو کلابی که میزدن و بیشتر آشنا بود. گفت خیلی با استعدادی، هرچی میگفت یاد میگرفتم، زود میزدم. رفتم باهاشون زدم یه شب. بعدها یکی از گیتاریستاشون رفت و گفتم با ما میزنی؟ گفتم میزنم. شدم گیتاریست اون بند، بندی بود به اسم انسکت، و بعد از اون بند دیگه ای و بند بهتری و بعد بند دیگه ای، و تا اونجا که گیتار میزدم و میخوندم به انگلیسی. کیبوردیستی داشتیم توی بند، مریض بود و بالاخره هم رفت. قرار بود که یکی کیبورد بزنه توی اون بندمون که 6 نفر بودیم، و گفتم دیگه از خارج کسی رو نیاریم تو، اگر بتونیم از بچه های خود بند استفاده کنیم که یکی کیبورد بزنه. قرار شد اونایی که میتونستن شیفت کنن از ساز خودشون به کیبوردیست ارکستر،
یکی دو هفته بزنن که ببینیم کی زود آهنگار رو یاد میگیره زودتر، که من از قرار زودتر یاد گرفتم و شدم کیبوردیست ارکستر. و کیبورد کاری با آدم میکنه که گیتار نمیکنه. کیبورد تنوعش بیشتره، اون موقع کیبورد ها 3-4 تا صدا بیشتر نرسد، ولی باز بیشتر از گیتار بود. در نتیجه دیگه گیتاره کم 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 رنگ شد و کیبورد شد ساز من، که الان شاید 50 سال دیگه و الان با کیبورد و با پیانو آهنگ میسازم. اون بندها هم بودن و بودن و بودن و تا من کارام تموم شد و آمدم ایران. در اون زمان که این کارو میکردم تو کلابا میزدم و میخوندم، تو خونه هم آهنگ ساختم به انگلیسی، ولی میدونستم که این کارو هم دوست دارم هم میتونم بکنم. آمدم ایران آهنگ ساختم برای عارف. عارف آهنگ رو برد رادیو، اون موقع تشکیلاتی بود، یه عده آدم با تجربه با سواد میشستن آهنگا رو تصفیب میکردن، شعرها رو تصفیب میکردن، میگفتن خوب نیست. خوب زمانی بود، مثل حالا نبود که هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه، و کمپانی ها هم به خاطر منافعشون همه آدم ها رو خواننده و موزیسین به حساب بیارن. در نتیجه مسئله ای بود همینقدر که آقا تصویب میشه نمیشه، و عارف رفت و برگشت گفت چرا، خیلی هم خوششون اومده، گفتن چه آهنگ قشنگ خوب و اینها. ادامه دادم جد عارف، رسایی، ابی، جاریوش و بقیه، و بعد شد سال 78 و فکر کردم که چون ممکنه رژیمی که داره میاد توی ایران به دلیل مذهبی بودنش زیاد موافق نباشه با کار موزیک، خودم میام بیرون که ببینم شاید بیرون بشه کاری انجام داد و بعد برگردم هر وقت که میشه. هنوز که دیگه نشده برگردم. در نتیجه یه مقداری گذشت و به اصرار بچه هایی که دور و برم بودن و موزیسین ها و خواننده هایی که بهشون آهنگا رو میخوندم که یاد بگیرن ملودیش چجوریه و خوندنش چجوریه، خودم خوندم آلبوم حکایت، آلبوم تاک، تا آلبوم رجبار و آهنگ علکی. میدونم که یه عده‌ای تصور میکنن که من خیلی وقت میخونم فارسی، اینجوری نیست. الناس سال نیست، 30 سال هم نیست، حتی 20 سال هم نیست. فرنگیست که بر اساس اون فکر میکنم من خیلی وقت میخونم. آهنگی بود که پسری که عاشق یه دختری بود به اسم فرنگیس برای فرنگیس شعر گفته بود که آخ که دیگه فرنگیس چجوری فراموشت کنم، و من خیلی دوست داشتم نحوه شعر خوندن اون پسر رو. تو سرم موند فردای اون روز که من اون پسر رو دیدم، تو سرم موند این آخ که دیگه فرنگیس، و هی به خودم زمزمه می کردم و اینها. بعد ساختم آهنگی به اسم فرنگیس. شعر نداشت، مهر داشت. مهر به شعری میگن که آهنگساز هرچه دلش میخواد میگه، بعد اونم میده، شاعر روش شعر میده. آخ که دیگه فرنگیساش سر جاش بود، باقیش همینجوری حرف بود. دادم به سعید دبیری، دوستم بود، نوزم هست ولی نمیدونم کجاست. گفتم که سعید این آهنگه در اومده، قشنگم هست، شعر بگو رو این تیکه های ملودی، فقط آخ که دیگه فرنگیس چه نگه دار. سعید شعر گفت و قرار بود که اینه بدیم بخونه خواننده. زن بتی در اون زمان، زن سعید دبیری خانم بتی بودن در اون زمان، که آهنگ شنیده بودن و به شوهرشون که شاعر آهنگ باشه سعید گفتن من این آهنگ میخوام بخونم. و گفت دکتر که خواننده زن که نمیتونه بگه آخ که دیگه فرنگیس. تو این فکرها بودیم، سعید نوار برد توی صفحه فروشی آشنا که براش کپی بگیرن که اونه بده به بتی و کپی منم دست خودم باشه. اون صفحه فروشی بغل سینما امپایر، خوشش اومده بود از این، کپی گرفت از اون.
و همینجوری اون آهنگ داد بیرون. آهنگ گرفت و من سعی داشتم در برم از این واقعیت که آقا من نخوندم اینو، چون نمیخواستم فارسی بخونم. من اون موقع میامدم ایران، گاگو داریم، ارکست داشتیم، میزدیم آهنگ های بیتلز و رولینگ ستونز و از اینا بودیم و اصلا تو فکر ایرانی خوندن نبودم، فکرم نمیکردم بتونم بخونم ایرانی. خواننده های اون موقع هنوز خیلی قوی، ریگن، عارف، روانبخش، رامش، گوگوش، اینا. و آهنگ در اومد و فرنگیس معروف شد، ولی کسی نفهمه که منم. بعد آمدم تو لس آنجلس، آلبوم حکایت سال 93-94 اومده بیرون. در حقیقت من 15 ساله که خواننده فارسی زبونم. و حالا که نگاه میکنم میبینم که دوست دارن که من بخونم فارسی، فکر میکنم که خوب خوب شد که تو لس آنجلس لاغل این اتفاق افتاد. من از پرواز کردن میترسیدم. سالهای اول اقامت آمریکا، از زمستون از سان فرانسیسکو با هواپیما میامدم به لس آنجلس. هواپیماه دچار اشکال شد و رعد و برقی بود و طوفان و اینها و خیلی بد، در حدی که مردم به شدت ترسیده بودن، حتی مهماندارای هواپیما هم ترسیده بودن و خیلی ترسیدم. وقتی که رسیدیم لس آنجلس سوار هواپیما دیگه نمیشدم چند سال. بعد آلبوم حکایت در اومده بود و آلبوم تاک هم در اومده بود، با موفقیت هم روبرو شده بود، مردم دوست داشتن کارا رو. ابی و خواننده های دیگه می اومدن اروپا می خوندن و من ابی با هم نزدیک کار می کردیم، برای ابی آهنگ می ساختم. اون موقع ابی خواننده بیشترین تعداد آهنگ های منه و می گفتش که اروپا سراغت میگیرن و بیا بخونیم و اینها. میگم آقا من سوار هواپیما نمیشم، به خصوص که مثلا 10-12 ساعته، به هیچ وجه. نهایتا ابی موافق، من مخالف و اون برد و ما را برداشت و آورد اروپا برای تور 3-4 ماهه، 15 تا کنسرت شهرهای مختلف اروپا میخوندیم. و آهنگی خونده بودم من اون موقع به اسم غروب، که ابی خیلی این آهنگ دوست داشت و خیلی هم آهنگ گرفته بود. یه شب قبل از کنسرت گفت آقا با هم بخونیم. گفتم با هم بخونیم، بدون تمرین و بدون هیچی آمدیم و غروب و دو صدا خوندیم، که بعدها شنیدم نوار اون کنسرت به خصوص اون شب که ما توش دو صدا خونده بودیم آمد تهران و تکثیر شد و ما خودمون نیده بودیم و نمیدونستیم. چند سال بعد گفتن آقا اون نوارتون، اون نوارتون. گفتم کدوم نوارمون؟ گفتن اون نوار دو صدای تو و ابی. گفتم کی کجا اینا؟ بعد دیدیم که بله نوار شده و ویدیو شده و اینها. و بعد ضمن صحبت با شما متوجه شدم که بله شما هم میدونین که این قضیه هست. سالهای اول لس آنجلس سالهای بسیار بدی بود، برزخ بود. این همه خواننده و هیچی، هیچ کس نمیتونست بخونه، نه جای خوندنی بود. یه کابر تهران بود به همت آقای احمد مسعود، اونجا بود. 4-5 سال قبل از انقلاب بود، 6-7 سال. و خواننده می آورد از ایران، میخوندن و بر میگشتن. بعد یهو با این مسئله مواجه شد که مثلا 30 تا خواننده بودن و یه کاباره تهران که میشه یک مویز و 40 قلندر، یعنی این که همه میخواستن بخونن و جا نبود. استودیو برای ضبط کردن موزیک نبود، بود واسه ایرونیا نبود، هیچی نبود، تمام ایرونیا بودن و یه دونه کاباره تهران. در نتیجه 7-8 سال اول هیچی، مشکل. من دوست نداشتم کاوره بخونم، هنوزم دوست ندارم بخونم. در نتیجه به طور کلی آمدم
ایده رو فراموش کردم که برم تو صف دنبال باقی خواننده ها که ببینم که شانسم میرسه که بخونم. آمدم و توی شهر لس آنجلس میچرخیدم، شبا میرفتم این بر اونور ببینم کی به کیه چی به چیه، ولی چون کلابا پر بنده زنده بود و موزیسین زنده میرفتم استم گوش میکردم و چه تجربه خوبی بود. جاز گوش میکردم، راک گوش میکردم. لس آنجلس هم شهر پر موزیسین و آرتیستیه. هر شب میرفتیم و میچرخیدیم و نگاه میکردیم و آشنا شدم با یه بندی که دنبال کیبوردیست و خواننده میگشتن در شهری به اسم یونیورسال سیتی توی لس آنجلس، ولی لس آنجلس پر شهرهای کوچولو کوچولوه، یعنی خود لس آنجلس شهر 200,000 نفر است با لس آنجلس بزرگ که 17-18 میلیون جمعیت داره فرق میکنه. شهر یونیورسال سیتی یه شهری بود که پر کلاب و اینا بود و من اونجا خودم دوست داشتم، میرفتم این بند رو گوش میکردم هفته دو سه شب، دو شب در حقیقت جمعه میزدم و شنبه بحثشون رو گوش میکردم. برنامهشون که تموم شد ساعت 1:30 اینها، گفتم دنبال کیبوردیست و خواننده میگردین؟ گفتن که بله. گفتم میخواین من بیام یه روزی آدیشن کنم ببینین من چجورم؟ گفتن یه نیم ساعت وایسا مردم برم خالیشه همین امشب. گفتم باشه، زدم و خوندم، چون به هر صورت سالهای انگلیس و اینا همش انگلیسی میخوندم و میزدم. بود و شد و کار کردم تو یونیورسال سیتی تو جایی به اسم ریبنز که بعد از اون شد هفته سه شب، شد پنج شنبه جمعه و شنبه. یک سال اونجا میزدم و میخوندم با چهار تا دیگه که آمریکایی بودن همشون، و بعد باز ادامه دادیم بر صورت و بودیم. خیلی مشکل، خیلی مشکل با دوستی که راضی شد سرمایه گذاری یه دونه آلبوم رو بکنه، رفتیم و استودیوی گیر آوردیم و استودیو آمریکایی رو از روی یلو پیجز، اینا که تبلیغ استودیو توشه، در زدیم و در باز کردن و گفتیم اینجا استودیو سو میخواییم ضبط کنیم و یه آلبوم ضبط کردیم به اسم خواب بارون که این آلبوم سال 80 اومد بیرون، یعنی 29 سال پیش، که فرنگیس اون تو بود دوباره با اجرای بهتر با ارکستر و من همونم که همیشه غم و غصه‌ام بی‌شماره و وقتی دستام خالی باشه وقتی باشم عاشقه، تمام این آهنگا توی اون آلبوم اومد بیرون. و اون آهنگ‌ها در اون آلبوم به اسم خواب بارون اولین آلبومه در آمریکا بودن و کسی دیگه آلبوم نداده بود بیرون، چون هیچ جناب اون آلبوم هم دست ما بود ولی کمپانی نبود که بدیم بهش، و همینجوری پیش خودمون بود، کادو میدادیم به دوستامون، تا بعد یه کمپانی اومد که بعدها شد کلتکس، اون زمان بود اسمش OFOZ، و اونها این آلبوم رو گرفتن و زدن آمد بیرون و کم کمک مسائل رنگ گرفت و شد برنامه دیگه‌ای، کلاب این کلاب اون کلاب، و هنوز کنسرت خبری نبود و خیلی مشکل. بعد کم کم شد کنسرت کوچولوی این ور، کنسرت 300 نفره، پلاس 1000 نفره اینها، و خیلی مشکل بود به این سادگی که حالا خواننده ها راحت میان، پروموتر هست، قرارداد من بعد کنسرت میکنن نبود، خیلی مشکل بود و من و بقیه خیلی راه سختی داشتیم تا برسه به اینجا که رسیدم. اون غم قشنگی که صحبتشو میکنین تو دل منه، همیشه هست، نمیدونم چرا هست ولی هست، غم موزیکاله شاید، غم عمقش زیاده و من دوست دارم چیز عمیق، ولی چطور میشه که اینها آهنگ میشن مربوط به شعره؟ من همینجوری هم شده که نشستم با سازم ملودی ساختم و بعد گشتم دنبال آدمی که بتونه روی این ملودی شعر بگه، زیاد موفق نبوده،
چون فرق میکنه آدم وقتی داره ملودی میسازه، کلامی که خودش میگه که باز اشاره میکنم بهش میگن مر جای شعر، هرچی که هست، مثلا آهنگ ستاره من که میگه مثل یه نور کوچولو بود آمدی ستاره شدی، و اینا کلام خود منه. این وقتی که اینجوری ساخته میشه مشکله که بشه دقیقا روی همون قالب عین همون کلام رو گذاشت که اون کلام نباشه، یه شعر دیگه باشه، ولی به این خوب جا بگیره و لق نباشه. در نتیجه بعدها فکر کردم که برای اینکه مطمئن باشم که این اشکال پیش نمیاد، شعر داشته باشم که وقتی روش ملودی میذارم تموم شده باشه کار، دیگه ور ندارم ملودیمو در خونه ترانه سراها ببینم که کی میتونه این کار انجام بده. متوجه شدم که باید شعر داشته باشم و شعر تهیه میکردم. انقدر شعر میخوندم تا فهم میکردم که این شعره اون قمر رو داره، دوست دارم روی این شعر ملودی بذارم و میذاشتم. الانم داستان همینه که ترانه سراهایی که 90 نزدیک 100 درصدشون تو ایران هستن و همشون هم جوونن و دوستم دارم باشون کار کنم که جوون باشن، که ازشون بخونم، خوشحالشون کنم، بدونن که میتونن با منی که 50 سال آهنگ میسازم کار کنن، کارشون انقدر خوب هست، تشویقشن. بازم بگم چون میدونن که من شعراشون رو میخونم، چون میدونن که من با شاعرای و ترانه سراهای کار کردم در چند سال گذشته که شاید قبل از من کسی نمیشناختتشون، همه ترانه سراهای جوون و حتی 13 14 15 ساله برای من از شیراز، از تبریز، از بندر انزلی، از تهران، یه مقداری هم از اروپا شعر میفرستن. انقدر تعداد این شعرها زیاده که وقتی منیجر من برای من پرینت میکنه اینا رو، میگه آقا اینا مثلا مال یه هفته گذشته است، مثلا 300 تاست، 400 تاست، 500 تاست، هفته ای. و باور کنید که من تمام این شعرها رو میخونم، پس توی اونا پیدا میکنم شعر علکی، شعر تو بارون که رفتی، شعر دلتنگی، همه شعرهای خوبی که دوست داریدشون، همه از این شاعرهایی میاد که جوون جوونه. و یه شعری دارم از یه دختر 16-17 ساله شیرازی که باورم نمیشد وقتی باش تلفنی صحبت کردم، گفتم صداش بچگون است، گفتم چند سالته، گفت 17 سال. گفتم چجوری شعر میگیره این قشنگی با 17 سال سن؟ و اینجوریه، شعر خودش کار خودش رو انجام میده، یعنی تأثیری که رو من میذاره باعث میشه که اون ملودیه بیاد و روش بشینه و بعد دیگه خوندنش هم کار منه، چون من خیلی وقت میخونم، من از 12-13 سالگی میخونم، اینه که میشه این آهنگ ها که حالا هست میاد. شاید تعجب کنید ولی من وقتی که دیدم که محبوبیت دارم، آهنگ ها محبوب شده و مردم خیلی دوست دارم، هیجان زده نشدم، سورپرایز هم نشدم، چون به هر صورت من 20 سال 25 سال قبل از اون میخوندم، من تا فارسی نمیخوندم، برای من تجربه شده بود این مسئله که مردم دوست دارن من بخونم، حالا چه غیر ایرانی ها که تو لندن میخوندم اینا. میدونستم که خوانندگی رو بلدم، میدونستم که وقتی میخونم مردم گوش میدن و تعریف میکنم و خوبه، میدونستم که اگر بخونم میشه و میگیره، ولی راستش فکر نمیکردم که دوست داشته باشم که خواننده باشم. بیشتر دوست داشتم اگرم میخونم تو استودیو بخونم، میوزیک پروداکشن رو دوست داشتم، تو استودیو کار کنم، تنظیم، پروگرامینگ، اینا رو هنوزم خیلی زیاد دوست دارم، یعنی زمانی که من تو استودیو هستم با تمام خستگیاش خیلی بیشتر لذت میبرم از مسئله تا بیام رو استیج زنده بخونم. ولی بعدها که دیدم مردم دوست دارن و آلبوم ها خیلی فروش میره
و میگن آقا طرفدارات اینجا اینجوری هم طرفدارات اونجا اینجوری هم، و خودم وقتی میخونم میبینم سالونا پره، تعداد خیلی زیاده. حالا احساس میکنم که دین دارم که باید انجام بدم، نخوامم باید بخونم، به خاطر که وقتی تعداد اینقدر زیاده، وقتی کاری میکنی که این همه تعداد خوشحال میشن، باید خیلی خودخواه باشه که نکنی، لااقل به خاطر اونها باید بکنی. و من دارم این کاری میکنم، میبینم که گاهی اوقات به خودم میگم که بیام حالا سبک عوض کنیم، ببینیم مردم دنبال این سبک میان. بعد چند سال پیش اومدم فکر کردم تو آلبوم نقاب و بی سرزمین تر از باد، گفتم آقا این ترانس غیر ایرانی رو که ممکنه اصلا ایرانی خوشش نیاد میکوبه به این شدت و اینا، بیام ترانس کار کنم که توی آلبوم نقاب خاطره و توی آلبوم بی سرزمین تر از باد آهنگ بی سرزمین تر از باد و با تمام مشخصات ترانس با کیک گنده و بیس بلند و اینا زدیم و دیدم که بازم مردم دوست دارن و باز تازه شد جوری شد که همه خواننده های دیگه هم ترانس خوندن اینها. حالا دیگه من میدونم که طرفدارای من اینجوری نیست که من ببینم چی دوست دارن براشون بخونم، میدونم که اونا انتظار دارن که ببینن من چی کار میکنم بعد از این، چون من هر کاری بکنم دیگه دوست دارن. و همش هم مال اینه که من سعی میکنم وقت بذارم، قضیه رو خیلی جدی بگیرم، موسیقی همه جای دنیا رو گوش بدم و خوباش رو فکر کنم، این استایل که آمده جدید رو بیارم چجوری برای ایرونی ها منم پیاده کنم. تا حالا ترانس بوده، راک بوده که خوندم، ترانس بوده که خوندم، پاپ بوده که خوندم. تعجبم نکنید اگه ببینید که همین روزا هاوس هم میخونم. میدونم که طرفدارای من دوست ندارن خواننده هایی رو که شبیه من میخونن. من خودم زیاد اینجوری نیستم، من بسم بدم نمیاد، به خصوص این که فکر میکنم اینا خوانندن واقعا، فقط ضرری که به خودشون میزنن اینه که شبیه من میخونن. یعنی چند تا هم شبیه سیاوش قمشی، که سیاوش قمشی که شبیه چیز خوبی نیست، کپی که خوب نیست، ولی خوندن سبک من به طرفدارانم میگم که لااقل انقدر بهشون احترام بذارید، به خاطر که خوندن سبک من کار ساده ای نیست. من چون موزیکمو بیشتر بیرون ایران یاد گرفتم و توش همه جور سبک پیدا میشه، بلوز پیدا میشه، راک پیدا میشه، تحریرها و ملودی ها سخته یه خورده. اگر خواننده های پیدا میشن که انقدر نزدیک میخونن که گاهی اوقات بگن سیاوش قمشی، آره نه اینا، اینها کار مشکلی رو انجام میدن. نمیشه به سادگی، نمیشه مثل من ملودی خون. تحریرها مشکله یه خورده، چون تحریرهای من تحریرهای ایرونی نیست، همش میکسه از همه استایل موزیکی توش هست. خوب میخونن، فقط باز میگم اینا در حد خواننده هستن. ای کاش که کم 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 با من شروع کنن و از من سواشن و برای خودشون راه جدا از من رو پیدا کنن که بتونن به عنوان شخصیت مستقل خواننده باشن. عرض کنم که شعر زیبای طاقت بیار رفیق از مهدی موسوی عزیز خیلی قبل از شلوغی های تهران و مسائل دست من بود، شاید 10 ماه، و من داشتم شعر رو دوست داشتم، فکرم میکردم که چه موضوع قشنگی، چه عاطفه و وفای زیادی توی این شعر هست. شعرهایی که میذارم کنار که بسازم داشتمش، موردی پیش اومد که دیدم که با فعالیتی که داره میشه توسط جوانا که یه خورده آزادی داشته باشن اینها، این شعر سازگاری داره. این کار کردم، شد تک آهنگ. افشین مقدم برام علکی رو فرستاده بود و اسمش هم علکی نذاشته بود. من فکر کردم وقتی میگه علکی بگم جداشیم، خود علکی بد نیست. اینم تک آهنگ دومیه. تک آهنگ رو به فکرش نبودم اصلا که کار کنم، ولی میبینم که ور میزنن دوستان، ایمیل میزنن که آقا پس چی، آخه پس همه آلبومی، این آلبوم ها دیر به دیر اینها. و ما چون عملا کمپانی نداریم دیگه در لس آنجلس، یعنی دو سه دفعه من در مصاحبات 4-5-6 سال پیش خودم هی گفتم که اگر میتونید که این کارو نکنید، که کپی نزنید، دانلود نکنید و هم کادو نکنید خوبه، برای اینکه اگر بکنید کمپانی هایی که دارن
$50,000-$70,000 پول آلبوم میدن به آرتیستا، اگر نتونن این پولشون رو برگردونن نمیزنن. پس سعی کنید که کمتر بکنید، اگر نکنید که چه بهتر. و دوستان فکر کردن که آقا وجود بازیافته است، دیگه بریم بخریم وقتی که هست. انقدر کردن الان دیگه ما عملا کمپانی در لس آنجلس نداریم، نه کلتکس، نه آونگ، نه ترانه، نه رفتن به کارشون. و حالا موندیم این که جواب طرفدارا رو چی باید داد. باید تک آهنگ خوند و گفت این هم حالا فعلا باشه، شما گوش بدین تا ببینیم چی کار باید کرد. به هر صورت دارم یه آلبوم میذارم، به هر صورت. حالا بعد آلبوم چی میشه نمیدونم، ولی سعی میکنم که یه آلبوم خیلی خوبی، شاید ایشالله داره اینجوری میشه، چون 4 تا آهنگش تقریبا حاضره، یا آلبوم 8 آهنگی که 5 تاش ویدیو بشه دارم سعی میکنم تهیه کنم، و ایشالله که تا 4-5 ماه دیگه بیاد بیرون. نمیدونم این سوال رو اگر از آدم های دیگه بپرسیم ممکنه به این روکی نباشن که من الان میخوام باشم. عرض کنم به حضورتون که قطعا قضیه از نظر من اینجوریه، بهترین خواننده مرد ایرانی محمد اصفهانیه، بهترین خواننده زن ایرانی گوگوشه، تا حالا هم باش کار نکردم، فکرم نمی کنم خیال داشته باشم کار کنم. موزیسین های خوب، سیروان خسروی به نظر من بهترین تنظیم کننده ریتمیک و ترانس ایرانه، خیلی کارش خوبه، بهش میگن از نظر من ورلد کلاس، یعنی در حد تیستو داره کار میکنه. هیچ کسو خیلی زیاد دوست دارم به خاطر اینکه میدونه رپ کردن یعنی چی. ما یه چیزی در ایران داشتیم خیلی وقت پیش که من حتی بچه بودم به اسم بحر طویل. بحر طویل عبارت بود از یه شعر ریتمیک که توی روزنامه توفیق هم صفحه اولش بود. بحر طویل بود، مسخره بود، کمدی بود. میگو مثلا مشسن داشت چگو، زن داشت چگو، بعد اینجوری میبود. خیلی ها از ایرونی های ما این بحر طویل رو با رپ اشتباه میکنن، فکر میکنن که وقتی که حرف بزنی روی ریت میشه رپ. نه، اگر بیشتر به هیچ کس گوش بدن میبینن که رپ کردن یعنی بین بیت ها خوندن، نه روی ریت خوندن. هیچ کس خیلی خوب این کارو میکنه، خیلی هم کارشو دوست دارم. پیروز هم باش تلفنی صحبت کردم، داشت میرفت مالزی، خیلی هم پسر خوبیه. اینها آدمایی هستن که برای من به خاطر یونیک بودن کارشون بیرون از بقیه نیستن. البته خواننده خوب داریم 7-8 تا دیگه توی ایران و بیرون ایران، ولی اونهایی که من به عنوان بهترین ازشون یاد میکنم گوگوشه، محمد اصفهانیه، سیروان خسرویه. راجب ابی پرسیدین، خیلی هم میپرسن اواخر که چرا کار نمی کنید. من با ابی کار میکردم، ابی خواننده خوبیه، به خصوص تکنیک خوانندگیش خیلی زیاد خوبه، خیلی خوب، خیلی زود یاد میگیره ملودی مشکل، تحریر مشکل رو خیلی راحت میده. هنوز هم همین مشخصات داره، خواننده بیشترین تعداد آهنگای منه، 27 تا یا 27-28 تا کارهای فوق‌العاده خوبی از من خونده، مثل کیاشکاتو پاک میکنه، پیچک، جعبه جواهر، قبله، ستاره‌های سربی. و ما با هم کار میکردیم، همه میدونن که شاید بهترین فرم آهنگساز و خواننده من و ابی بودیم. چند سال پیش مسئله داشتیم در مورد تهیه آلبوم ها، اجرای آلبوم ها، مسائلی که یه آلبوم رو در بر میگیره برای تهیه شدن.
زیاد به نتیجه مثبت نمی‌رسیدیم. نمی‌دونم، من سختگیرتر شده بودم، شخصیت ایوی کمی عوض شده بود در مورد انجام دادن کارها. در نتیجه فاصله شد، بینمون فاصله افتاد. سر آلبوم شب نیلوفری من دیگه نبودم سر وکال های ایوی که میخون، و وقتی راجع به این مسئله در یکی از مصاحبه هم صحبت کردم، نسکه ایوی خیلی خوشش نیم، و که من گفتم آقا من آلبوم رو پرودوس نکردم، فقط آهنگسازش کردم، آهنگا رو دادم، ایرج جنتی عطایی روشون شعر گفت و ابی و همکاران کارا رو انجام دادن. در نتیجه وقتی که توی مصاحبه ازم پرسیدن آلبومی که پرودوس کردی، گفتم من پرودوس نکردم، فقط آهنگسازش بودم. و بعد از اونم به خاطر اون حرف من اختلاف بیشتر شد. بعد ابی در سبب تلافی حرف من شاید بر اومد، در کنسرت هایی که با هم بودیم خود مسئله داشتیم، و کار به جای رسید که با هم چند سال کار نمی کنیم، امکانی هم تقریبا وجود نداره که بکنیم. نهایتا این که به تمام اونهایی که میخوان خواننده بشن یا تأثیر بزرگتر که هنرمند بشن، آرتیست بشن، این که واقعا سعی کنید که اون عشق بی نهایت زیاد به اون رشته هنری رو، حالا خوانندگی، نقاشی، هنرپیشگی، انقدر زیاد در خودتون ببینید، انقدر زیاد که هیچ کار دیگه ای نخواهید بکنید و عشق این کار نذاره زندگی کنید. یعنی انقدر دنبال این کار باشید که ببینید یا خوابشه میبینید یا باش دارید زندگی میکنید. اگر غیر از این کار بکنید، وقتتون رو تلف میکنین، زمانتون رو از بین میبرین، گوش مردم هم اذیت میکنین و نمیکنین. ما الان همین الان دارم نگاه میکنم به این مسئله که من خودم به خاطر کیفیت بالاش، به خاطر خوبیه، به خاطر که محتوا داره، موفقیتم به این دلیله که انقدر خوب کارشو انجام داده، میبینین که چقدر نتیجه میده. کارتون رو خوب انجام بدین، کیفیت داشته باشین، شعر خوب بخونین، تنظیم خوب داشته باشین، حتما موفق خواهید شد. و خدا نگهدار همتون.